اما در همین حال رهبران کنگره معروف به گروه 8 بعد از ظهر دیروز برای آگاه شدن از جزئیات وضعیت در خلیج فارس در ارتباط با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و استراتژی دولت در این ارتباط در جلسه ملاقات کاخ سفید شرکت کردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر با خانم شهلا آراسته از مقابل کنگره گفتگو میکنیم. خانم آراسته، چه جزئیاتی از این جلسه دارید و بفرمایید که چه کسانی از دو طرف در این ملاقات حضور داشتند؟ این یک جلسه محرمانه بود که هنوز گزارشی در مورد اینکه کدام یک از مقامات دولت و یا اعضای تیم امنیت ملی کاخ سفید در این جلسه حضور داشتند، اما گروه موسوم به 8 رهبری کنگره متشکل از رهبران اکثریت و اقلیت سنا، یعنی میچ مک‌کانل و چاک شومر، و رهبری اکثریت و اقلیت مجلس نمایندگان، یعنی خانم نانسی پلوسی و کوین مکارتی، و همینطور رؤسا و نفرات دوم کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، به ترتیب سنا شامل ریچارد بار و مارک وارنر و مجلس شامل آدم شیف و دوین نونز بودند که در این جلسه حضور داشتند. این عده بعد از پایان جلسه در گفتگویی با خبرنگاران از ارائه هیچ جزئیاتی خودداری کردن، صحبت نکردند. این جلسه در پی اون صورت گرفت که عده‌ای از اعضای کنگره از هر دو حزب از کاخ سفید خواسته بودند که اونها رو در جریان اقداماتی که دولت در ارتباط با اعلام تهدیدها از سوی ایران اتخاذ کرده قرار بدن. نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان دیروز پیش از این جلسه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اون که از عدم تمایل پرزیدنت ترامپ نسبت به درگیری در یک جنگ نظامی واقعی با ایران حمایت کرد، این مطالب را هم بیان کرد. من امیدوارم مشاوران رئیس جمهوری تشخیص بدهند که آنها هیچ مجوزی برای اقدام ندارند. آنها نمی توانند از مجوز استفاده از نیروی نظامی که در سال 2001 به تصویب رسیده است، حالا به عنوان الگویی برای اقدام در خاورمیانه استفاده کنند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو این هفته از عدم آگاهی از اطلاعات در این ارتباط ابراز نگرانی کرده بودند. دیروز لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه ضمن اون که حمایت کرد از ایستادگی در مقابل تهدیدهای ایران به خروج بخشی از پرسنل سفارت و کنسولگری آمریکا اشاره کرد و چنین اضافه کرد. Have not been briefed about why we withdrew people from the consulate and the embassy. به من در مورد اینکه چرا ما پرسنل کنسولگری و سفارت را خارج کردیم اطلاع داده نشده، این قابل قبول نیست. بنابراین من قصد ندارم در مورد چیزی که نمیدانم نظر بدم. جیمز ریش رئیس جمهورخواه کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرده که پنجشنبه آینده قراره که یک جلسه در کل سنا با همه اعضای سنا با حضور مقامات احتمالاً دفاعی، اطلاعاتی و همینطور وزارت خارجه آمریکا تشکیل بشه برای آگاهی رسانی. جیمز ریش و همینطور مک تورنبری نماینده جمهورخواه مجلس نمایندگان که در جلسات محرمانه سنتکام حضور داشته بودند در این ارتباط در مورد جدی بودن و گستردگی تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.